به اساس دوستای عزیزم تأکیدن خدمتت عرض می کنم، اگر 9 روز مسلسل را نمی توانستن روزه بگیرن، برادران و خواهران و مادران ما آنچه که قدرتشان می رسد همون را اگر هیچ نمی شود، حداقل روزه یوم عرفه را، دقیقا که در دیگر ایام اختصاص جمعه به یک روز روزه از نظر پیامبر رد شده است، این که مکروه تحریمی یا تنزیهی به آن نمی پردازم، پیامبر اختصاص شنبه و جمعه را به بعض عبادات منع کرده است، اما روزه یوم عرفه را منع نکرده است بلکه تشویق کرده است. جناب امام مسلم رحمت الله علیه، امام نسائی 2 کتاب و 6 کتاب حدیث، باقی ذخایر حدیث از جناب شیخ الاسلام ابو قتاده رضی الله عنهم روایت دارد از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سئل عن صيام يوم عرفه فقال انه يكفر السنه التي بعدها والسنه التي قبلها. سبحان الله. جناب رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود روزه گرفتن یوم عرفه نابود کننده گناه یک سال قبل و یک سال بعد از این روز است، یعنی جملتا 2 سال متوالی 2 سال متواتر را گناهان و انسان را این روزه معاف می کند. اما در اینجا البته تحقیق علمی هست، بخشش گناه و وسیله عمل گهی گفتن مربوط به مشیت الله است، آنچه او می خواهد کبیره یا صغیره را، گهی گفتن که مخصوص صغیره هاست، گهی گفتن که نه الفاظ دیده شود، ولی آنچه مراد رسول معظم است به نزد خود رسول الله باشد، ولی با رعایی احکام دیگر این چنین هم نمی شود که هر گناه را انجام بده، سال 2 سال مسلسل یک روز عرفه را روزه بگیر، هر دو بخشیده شود، بعد از آن گناه را شروع کن. نه، آیات و احادیث دیگر در منع گناه در اختیار من و شماست، ولی نفس فضیلتش همین شد که روزه روز عرفه مایه بخشش گناه 2 سال مسلسل انسانیت می شود. الله من و شما را رحم و کرم بفرماید. البته بحث حجاج مسئله جدا هست. حجاج عزیز من، کسایی که 7 روز روزه دارن، 3 روز، 7، 8، 9 دهه ذوالحجه را برای این که دم شکرانه ندارن، اونا به جای خودش است. کسایی که مانده و زله می شوند روزه نمیگیرن، استثناء است. حرفم بر سر کسایی هست که مناسک حج نرفتند، در جهان هستند، در جهان. لذا خدمتتان عرض کردم که روزه یوم عرفه فضیلتش بخشش گناه 2 سال مسلسل انسانیت هست. جناب امام مسلم نسائی و کتاب های دیگری حدیث بیان می کنند، راوی جناب عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنهاست، می فرماید از رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من یوم اکثر ان یعتق الله فیه عبادا من النار من یوم عرفه و انه لیدنو فیتجلا فیقول ماذا اراد هؤلاء سبحانك ربنا ما ارادوا الا رحمتك ورضوانك ومغفرتك. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچ روزی نیست به مثابه عرفه که بیشترین افراد انسانیت از جهنم حکم رهاییشان داده می شود. به انداز عرفه این چنین روز دیگر نیست، و این معناست که در شبها لیالی قدر است، شبهای رمضان هست، دهه اخیر رمضان هست، اما در روزها بیشترین آزادی انسانها از جهنم الهی در ایام عرفه هست، در روزهای عرفه هست. عزیزان دلم، اگر در جهان امروزی کسی بندی داشته باشد محکوم به حبس دوام، اما یک روز مشخص شود که در آن روز مکتوب آورده شود عفو عمومی است، همگان از زندان رها می شوند، ببینین که انسان ها چقدر تلاش می کنند، چقدر زحمت ها را قبول می کنند تا بتوانند که بندی خود را رها بکنند. ولی روز عرفه، روزه گرفتنش، طاعت و عبادت الله، صدقه و خیر برای الله، تعلیم و تربیه برای الله،
امر معروف و نهی منکر برای الله و رضای الله وسیله آزادی افراد می شود که در روزهای دیگر میسر نمی شود. از این خاطر خدمتتان عرض کردم این حرف من نیست، حرف رسول معظم است. بعد می فرماید که الله رب العزه خطاب به مردان عرفات می فرماید که این ملت ها از من چی می خواهند؟ من و تو می گوییم که نسبت پاکیس اللهی را که رب ماست. در جواب گفته می شود که ما اراده الا رحمتک و ردوانک و مغفرتک. این ملت ها چی می خواهند؟ هیچ چیزی نمی خواهند مگر رحمت الله را می خواهند، مگر رضای الله را می خواهند، مگر بخشش الله را می خواهند. این حرف مذاق‌بازی هم نیست. دوستای عزیزم، روز عرفه این همی رقم یک روزی هست که همه دنیا از پرسان الله معلوم میش. الله سوال میکنه با وسیله پیامبر و ما بیان شده است اینا چی میخواهند. این بنده ها لک لک انسان، میلیون میلیون انسان با یک لباس واحد، با نیت واحده، با اراده واحده، با عزم واحد، با یک کفن سفید، در میدان واحد، در ساعت واحده، در لحظه واحده، همه دست نیاز را به الله بلند کرده اند، همه با عشق روان از الله می خواهند. الله رب العزت حجاج من و شما را نیز حج مبرور، سعی مشکور، ذنب مغفور نصیبشان بگرداند. دعایش را در حق من و شما دعایشان را قبول بگرداند. پس این افراد منتظر اون روز هستند که لحظه شماری می کنند چی وقت عرفات آید، حاجی حضور پروردگار استاد شود و تمام آرمانهای خود را به الله رب العزت پیشنهاد کند. ولی با تأسف از اینجاست دوستای عزیزم خدمتتان عرض کردم الله که پرسان میکنه حاجی باید به این نیت پیشنهاد کند که الله میگه چی میخواهی؟ من بگویم که رحمت تو را به عالم اسلامی میخواهم، رضامندی تا به عالم اسلامی میخواهم، بخشش گناه عالم اسلامی را از تو میخواهم. پس از اینجاست اینک فضیلت یوم عرفه سومین عملی بود که خدمتت عرض کردم که روزه در دهه ذوالحجه. حدیث دیگری در کتاب معطا مالک بیهقی در موارد مختلف از نظر علمیش مرسل حسن یعنی قابل استدلال است. می فرماید رسول معظم صلی الله علیه و سلم ما رؤی الشیطان یوما هو فیه اصغر ولا اصفر ولا احقر ولا ادحر ولا اغیض من یوم عرفه منه فی یوم عرفه لما یرا من تنزل الرحمه و تجاوز الله عن ذنوب عباده الحدیث. جناب رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید دیده نشده هست شیطان لعین را در یک روزی که در آن روز ذلیل بوده باشد، در آن روزی که حقیر بوده باشد، در آن روزی که رنگ زرد بوده باشد، در آن روزی که در غیظ آمده باشد، در آن روزی که از رحمت خدا بیشتر طرد شده باشد از یوم عرفه. یعنی به اندازه که در یوم عرفه شیطان خود را ذلیل، حقیر، رنگ زرد، در بدر، طرد از رحمت الله، در غیظ و خشم و غضب احساس می کند. هیچ روز دیگر در 360 روز سال تقریبا نیست که خود را به او انداز ذلیل و حقیر احساس کرده باشد. دلیل چیست؟ چی دلیل است که شیطان لعین در این روز عرفه به این حد خود را ذلیل احساس می کند؟ زیرا لما یرا من تنزل الرحمه و تجاوز الله عن ذنوب عباده. یعنی برای این که رحمت الله مانند باران سرازیر می شود و گناه های بنده ها مانند کف دریا بخشیده می شود، به این اساس شیطان ذلیل و حقیر احساس می شود که من هزاران فتنه انگیزی کردم، وسواس گناه کردم، ملت ها را از راه الله بیراه کردم، مگر سرانجام در این روز بخشیده شدن، نتایج وسواس من همه به باد یغما رفت. به این اساس این فضیلت ایام عرفه در جهان اسلام بوده است که مخصوصا در این روز عرفه انسان ها در مواسم گرم، در شدت های گرمی، لبهای خشک با آثار زیبای از صومشان روزیشان، شکم گرسنه و
وجودی مانده شده و زله شده به خاطر رضای الله. اگر شیطان چنان می نگرد، در جگرخونی شیطان افزوده می شود، شیطان هنوز جگرخون تر می شود. عزیزان من، گناهان من و شما بخشیده می شود، رحمت پروردگار سرازیر می شود، خصوصا به حجاجی که در عرفاتند.